سلام دوستان، با آموزش نرم افزار مایکروسافت ورد در خدمتتون هستیم. خب تو جلسات قبل ما یه فرم رو تهیه کرده بودیم به نام فرم پروپوزال که فرض کردیم من یک کارشناسی هستم که تو دانشگاه کار میکنم. این فرم رو تهیه کردم، واسه مدیرم فرستادم، اون نظراتش رو اعمال کرد و گفت من نظرات رو دیدم و فرم نهایی رو تهیه کردم و حالا میخوام از این فرم استفاده کنم. خب یه سری آپشن ها هستش که من توی فایل ورد واسه من تعبیه شده که من یه دونش رو واسه اینکه حالا چیز باشه بهتون نشون میدم، چند تا مورد پرکاربردش رو، مثلا اولیش رو که حالت تمپلیت هستش بهتون نشون میدم و بقیه موارد حالا با هم میبینیم. اگه قسمت سیو از رو بیارین، خب توی دیس پی سی بخوام مثلا سیو بکنم، اینجا سیو تایپ رو ببینین، من انواع گزینه‌هایی که مایکروسافت ورد در اختیارم گذاشته که سیو کنم و میتونم ببینم. .docx در واقع پیشفرض خود فایل ورد هستش که 2010 به بالا میتونم اونو سیو کنم. macroenabled.docx و ماکرو ورد 99 تا 2003 نوشته .doc بوده، خب که بر اساس فرمتی که در واقع مایکروسافت ورد در سال 2003 و به قبل داشت رو ارائه میده و میتونیم دات داک سیو کنیم. بعضی جا هنوز رو اون کار میکنن و مثلا باید به اون بدیم و یه سری از قابلیتایی که الان داره رو نداره و مثلا فرمول نمیتونستیم بنویسیم و اگه اینطوری سیو کنیم و فایل اون فرمول داشته باشه تبدیل به ایمیج میکنه و این هم همون حالت 2003 هست به همراه ماکرو که من ماکروها رو بهتون یاد نداده بودم و توی فایل ورد نه، ولی میتونیم واسه اطلاعات بیشتر توی دورهایی که در حال حاضر وجود داره توی سایت دیاکو مراجعه کنیم و ماکروها و وی بی ای رو یاد بگیریم. یه دونه که خیلی پر کاربرد هست ورد تمپلیت. من میخوام ورد تمپلیت سیو بکنمش. اگه ورد تمپلیت سیو کنم میاد توی سی Document Custom Office Template. اینجا میتونم این فولدر رو تغییر بدم، اما بهتر تغییر ندین اگه توی یه کامپیوتر هستین و من سیو رو میزنم. یادتونه توی سی داکیومنت بود دیگه. خب و حالا میخوام یه فایل ورد جدید باز کنم، فارسی نوشتم. خب وقتی که فایل ورد جدید باز میکنم میاد اینجا تمپلیت های مختلف رو داره به من نشون میده دیگه. من یه دونه پرسونال میزنم، سرچ میکنه این بر اساس تب پرسونال، میام توی هوم این قسمت پرسونال، آها بیام توی پرسونال، اینجا یه دونه دارم به همون اسم سیو آپشن این مایکروسافت ورد، خب که حالا سیو کرده بودم، اگر این رو بزنم یه فایل داکیومنت دو میبینین جدید باز میکنه بدون اینکه رون اصلی تغییر اعمال بده. من اینجا مثلا عنوان خودم مینویسم، یه سری تغییرات مینویسم، میبینی؟ اینو سیو میکنم. خب این یه شخصی اومده فرم پروپوزالش رو داده، سیو کرده و سیو هم که بزنه روی قبلی سیو نمیشه و فرم پیشنهادی میتونم نیمش هم عوض کنم، مثلا میرم توی حالا همون قسمتی که بودیم، کجا بود؟ اینجا. خب اینجا سیوش میکنم. مثلا آقای آرمین کشاورزی اومده این فایل رو تکمیل کرده و سیو کرده. یه دونه مثلا تاریخ میزنم، هر چیزی میتونم، یه تمپلیت ایجاد کردم واسش. خب این یه دفعه سیو شد، میبندمش. خب باز دوباره مثلا یه ناکنی این فایل میبینیم ورد اصلی منه، ورد اصلی من هیچ تغییر نمیکنه. خب و من دوباره میتونم یه فایل جدیدی باز کنم، مثلا ورد جدید فایل نیو برم، یه ورد جدید میخوام باز کنم، میام تو پرسونال، دوباره همونو میزنم، دوباره میتونم از اول ناکنی داکیومنت سه باز شد، از اول اینا رو بنویسم. خب و مثلا به یه اسم دیگه سیوشون کنم. خب اینو که بزنم داکیومنت سه دیس پی سی، دوباره میرم همون فولدر خودم که داشتم، حتی فولدرم از اول میاد مسیرش و سیو میکنم. و اگه برم توی اون فولدر میبینین یه دونه آرمین هست، یه پیشنهاد طرحش، همینطور میتونم
انواع اقسام. این داک ایکس هست چون از قبل بودش و هست، میتونم اینو دیگه دلیت کنم، حتی دلیت هم بکنم اینجا، دلیت میخوام فقط بهتون نشون بدم. دوباره برم توی فایل نیو پرسونال، هست اون داکیومنت با عنوان تمپلیت سیف شده و حتی میتونم اون تمپلیت رو ادیت کنم. واسه ادیت کردنش دوباره بهتره که اون فایل ورد اصلی رو، یعنی هم رو باز کنم تو همون مسیری که این کنترل زد کردم که برگردم. یادتونه توی سی بود، خب توی یوزرز فکر کنم آرمین درسته، بعد اینجا باشه، نه اشتباه رفتم، توی سی ویندوز، نه یه حالت آفیس تمپلیت بزنیم سرچش کنم، اینم پیدا میکنه، نه نه کجا بود، من سعی کردم یادم باشه که گم نکنمش. users public آفیس تمپلیت داکیومنت، آها توی قسمت داکیومنت آفیس کاستوم آفیس تمپلیت، اینجا اون فایل دات ایکس من وجود داره که دابل کلیک کنم باز هم یه دونه داکیومنت 4 میسازه، پس نمیتونم اینطوری ادیتش کنم. خب میتونم همینو ادیت کنم، اصلا این فاصله است که از همون اول وجود داشته، میبندمش، فایل رو دوباره سیو از میزنم، خب به عنوان داک ایکس تمپلیت ورد تمپلیت میارم رو همین سیو میکنم. اوکی الان کنات مثلا اینو میکنم دو، به خاطر اینکه بازه کنات رو ازش دارم استفاده، دو میکنم سیوش میکنم. خب دیگه میرم اونو دلیت میکنم، اون تمپلیت قبلیه رو الان بازه نمیتونه دلیت کنم، میرم اونو دلیت میکنم، اون یکی هم نیمش رو عوض میکنم، خب چون دارم ازش استفاده میکنم نمیتونه دلیتش کنه. اوکی خب این یکی از سیو آپشن هایی بودش که خیلی کاربردی هستش و حتما باید تو تمام آفیس هم این سیو آپشن تمپلیت وجود داره، ویزیو، اکسل همه هست، ورد هم هستش. خب یه دونه ماکرو این ایمیل تمپلیت هستش که تمپلیتی که همراه با ماکرو واسه 2003 هم تمپلیتش وجود داره، پی دی اف هم که همتون میدونید سیو از پی دی اف میگیره و پی دی اف میکنه فایل منو قرار میده، ایکس پی اس هم یه چیز شبیه پی دی اف واسه خود مایکروسافت ورده، یه سینگل فایل وب پیج هستش که حالت ام اچ تی سیو میکنه، این هم حالت در واقع وب پیجی هستش که توسط مایکروسافت تعریف شده. من اگه اینو سیو کنم همینجا، این حالت وب پیج داره نشون میده و میگه این تغییر میکنه به وب پیج ها، میگم اوکی تغییر بده به وب پیج. خب الان اینجا نگاه کنین MHT هستش، من اگه اینو دابل کلیک کنم با اینترنت اکسپلورر بازش میکنم، اما با مثلا کروم و اینا نمیتونم بازش کنم. میبینیم میتونم وارد اینترنت اکسپلورر کنم و سینگل وب پیج بدم و ازش استفاده کنم. خب یه حالت دیگه هم داره فایل سیو از، اگه بریم خب اینجا، خب HTML وب پیج داره به من نشون میده. خب اینا حالت های مختلف HTML هست و HTM که این چون دیگه سینگل وب پیج نیستش میتونم با همه چیز بازش کنم، یه فولدر میسازه اون عکس ها و محتویاتی که وجود داشته باشه رو اونجا میریزه، میبینی یه فولدر که متعلقات مربوط به اون اونجا میذاره و من دیگه با کروم هم میتونم بازش کنم. کدوم بود؟ این بود HTML. میبینین کروم هم دیگه میتونه بازش کنه اینجا، خب و از طریق کروم مثلا اونو ببینم، ولی وقتی که میخواین توی یک وب اعمالش بکنین باید این متعلقاتش هم بذارین توی اون وب. خب این یکی دیگه از سیو آپشناش بود که خب کاربردیه واسه خیلی ها. بریم دوباره سیو از، خب تا اینجا رفتیم، ریچ تکست فرمت RTF بر اساس اون ورد در واقع
خیلی چیزای کمی داره. مثلا من اینجا ورد پد میتونه اون رو بازش کنه، با ورد پد بتونم ببینم، و خب یه سری دیگه از نرم افزارهایی که امکان باز کردن و دیدنش رو دارم. پلین تکست هم که از فقط .txt نوت پد میتونه راحت بازش کنه و فقط تکست ها رو میذاره. توجه کنید، فقط تکست بدون هیچ گونه مثلا فونت خاصی یا استایل خاصی یا اینجور چیزا. خب XML هم که واسه مایکروسافت XML هستش و حالا دیگه این چیزای هستش که زیاد کاربرد ندارن. خب این یه حالت سیو از بود. یه حالت دیگه پابلیش وجود داره اینجا، اکسپورت داره و شیر داره. اکسپورتش که واسه حالا همون سیو از میره، در واقع من میتونم همون سیو از رو ما امکاناتی که داشتم اینجا ببینم. خب یه شیر داره که خیلی جالب، میتونم ایمیل کنم. خب سند اتچمنت، از اتچمنت میره آتلوک منو باز میکنه. من آتلوکمو بستم، ببخشید. خب چیز خاصی نیست، بستگی داره به اون میلینگ کنترل پنلتون که چی رو پیش فرض قرار بدین. خب دوباره میام شیر. خب یه دونه پرزنت آنلاین داره خب که اینجا داره واسهتون توضیح میده که توی وب براوزرتون بتونن اینو ببینن. اگه من اینو بزنم، خب یه مقدار طول میکشه تا بیاره، میتونم توی وب براوزر که واسهش تعریف میکنم ملتونو ببینن. خب میرن توی آفیس، خب پرزنتیشن سرویس، توی اون قسمت خود آفیس میتونم اینو قرار بدم و حالت یه تمپلیتی میشه که افراد میتونن ازش استفاده کنن. خب الان نها کنین استارت پرزنتینگ هم میزنم. خب الان اینجا من میتونم به صورت آنلاین اونو پرزنت کنم و به افراد نشون بدم، ادیتش کنم و دوباره سیف کنمش. خب دیگه میبندمش، این آنلاین پرزنتیشن من به صورت آنلاین داشتم الان به ملت نشون میدادم اونو. خب این هم یه قسمت دیگه بودش. یه چیز جالبی که حالا واسه ما بیرم، شاید ما زیاد آنلاین پرزنت نکنیمش، این پست بلاگ. کسایی که وبلاگ نویس هستن و تو فایل ورد استفاده میکنن و بلاگ و مطالب خودشون رو مینویسن میتونن از این قضیه استفاده کنن. اینو به صورت یه فرمت وب در میاره، میگه الان واسه اینکه بلاگین باید بکنیم باید یه جا رجیستر شده باشیم. من رجیستر میکنم، میگه مثلا نوع بلاگتون رو تعریف بکنیم، به صورت شیرپوینت هستش، وردپرس هستش یا غیره. مال من مثلا وردپرسه. نکست میکنم، میگه HTTP اینجا URL مد نظرتون رو اونجایی که میخواییم پست کنین و بیارین که مثلا diaco.com. خب یوزرنیم پسوردتون رو وارد میکنین، پیکچر آپشن هم مثلا حالا اونجا بهتون نشون میده. یه ذره شاید سخت باشه این رو اولش ران کردم، ولی حالا یه سرچ بکنین راحت. من نمیخوام کانکت بشم حالا وبسایت خودم خراب کنم. وقتی که اوکی بکنین این مطالب میره به همراه با عکس ها تو بلاگتون میشینه، بلاگ ها رو هم خودش آپلود میکنه چون یوزر پس دادین دیگه، میره اونجا میشینه و تایتل شم البته میتونیم وارد کنیم و اونجا سیو که بکنیم دیگه به صورت یه بلاگ هست. واسه بلاگ نویسان خیلی کار راحت میکنه چون اول توی ورد مینویسن و بعد میان توی بلاگ پست میکنن، اینطوری کارشون رو خیلی راحت میکنه. اینم سیو آپشنایی بود که من میخواستم به صورت خلاصه فقط بهتون نشون بدم چون شاید خیلی ها استفاده نکنن ازش. حالا تمپلیت رو بعضی ها استفاده میکنن، اون چی اسمش بلاگ هم یه سری افراد دیگه استفاده می‌کنن، ولی اکثرا دیگه پرزنت آنلاین نداریم و حالا XML و اینجور چیزا رو زیاد استفاده نمی‌کنیم. خب PDF سیو از PDF هم که دیگه همه بلدیم تو مایکروسافت که حالا اونجا هم نشون داده بودم. خب این آخرین جلسه بود که با هم بودیم، امیدوارم که این دوره واسهتون مفید واقع شده باشه. دیگه حالا مایکروسافت ورد اگه نکته یا مسئله ای داشتش، من اینو واسه افرادی که یه جورایی واسه اولین بار دارن از مایکروسافت ورد استفاده میکنن یا درست استفاده میکنن و امکاناتش رو نمیشناختن تهیه کرده بودم، و به خصوص واسه افرادی که حالا وارد دوره مقطع کارشناسی ارشد و دکترا میشن و میخوان پروپوزال، پایان نامه و مقاله بنویسن و میخوان از این نرم افزار استفاده کنن، یه ارائه داده باشیم که اونها
از گنگی اولیه مقطع تحصیلیشون که تغییر کرده در بیان. من خودم یادم وقتی که وارد این مقطع شدم نیومدن واسه ما توضیح بده، همون اول گفتن آقا برین مثلا مقاله بخونید، همون اول وارد درس شدن، در صورتی که ما یه مقدمه ای لازم داریم که بدونیم تو این دوره داریم چی کار میکنیم، قراره یه پایان نامه ای داشته باشیم، قراره مثلا مقاله بنویسیم، مقاله ها چی هستن، تقسیم بندیشون چه جوریه، چه کارهایی میکنیم، که توی سمینار توی واحد مثلا روش تحقیقی که داریم قراره این چیزها رو بتون ارائه بدم، ولی خب اونو توی دو سه ترم بعدش میگم. امیدوارم که شما هم بتونین دوره رو ببینین و ازش استفاده کنین. امیدوارم موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.